من به آیه آذری جهرمی توییت براش زدم، گفتم آقا جون من سوال دارم، شما این حوزه تخصصی کار شماست، ما باید پایش و بررسی هوشمند انجام بدیم تو شبکه اجتماعی. هلند کشورهایی که تو بحث موج تروریسم در اروپا کمترین آسیب ها رو دید. میدونی چرا؟ چون شبکه اجتماعیش یک سیستم بسیار استادانه پایش میکرد. یعنی چی؟ یعنی سه کلمات حساس بود، به یه سری شکلها تصاویر حساس بود. اینا میبینه هوشمند، تو اصلا یه کلیپی رو میذاری، گوش کن، یه کلیپی رو میذاری اصلا هشتگ هم استفاده نمیکنی، اینستاگرام میفهمه حذفش میکنه، یوتیوب میتونی حذفش میکنه. ما بعضی از کلیپایی که مؤسسه خودمون میذاشیم تو کانال یوتیوب میدیم حذف میشد. ایمیل زدیم بهشون، برای چی این کارو میکنید شما؟ اصلا بحثی نبود که مثلا شما بگی علی صهیونیستا بود، چون علی صهیونیستا بشه حذف میکنن. گفت نوشته بود به خاطر اینکه شما در کلیپتون یک تیکه از فیلم سینمایی استفاده کردید که هنوز کپی رایت داره تو آمریکا. تشخیص داده بود. متوجه چی میگم؟ یعنی اینا یه پروتکل هایی دارن دیگه. شما نمیتونید مثلا بگید آقا کسی که مثلا میگه ابوبکر، کلمه ابوبکر بغدادی را استفاده میکند، من این کلا بره زیر چک ها بده. این یعنی آدم مشکل ها که آقا میتونم تو امان کسی که ابوبکر بغدادی سلاح بمب اینا استفاده کرد بره. سیستم اشلون آمریکا چیه؟ همینه دیگه، همشون دارن. بسیاری از اینها مثلا طرف آقا یوی آلارم میداد، آقا 20 تا پیج می آورد بالا، میگفت این آدم گرایشات تایی، میرفتی نگاه میکنی، خب نه بابا این اصلا یه استاد دانشگاه داره جواب میده، اینجا نیروی اطلاعاتی میشه بررسی موردی میکنه، خب این نه، این خودشه، شبکه تروریستی رو میگفتن. من حرفم اینه، این مرتیکه که رفته آدم کشته عکس با اسلحه میگرفته میذاشته، نباید این زیر نظر قرار میگرفته. آقا تو انتظار نداشته باش پلیس ما بشینه کلا تو اینترنت بچرخه، این نباید ما اینو داشته باشیم، نداریم درستش کنید. این مطالبه من از وزیر بوده، برگشته من جواب داده که نمیدونم او چرا اسلحه داشت. مگه من اسلحه را تو پرسیدم؟ اسلحه را تو توییت بعدیم از نیرو انتظامی و پلیس امنیت و اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات پرسیدم، گفتم چرا این دسترسی به اسلحه داشته؟ تو حوزه تخصصی تو اینه، من اینو بعد از تو بپرسم؟ اینقدر ولنگار، اینقدر ول شبکه‌های اجتماعی، امنیت مردم بابا، بعد میگم خدا وکیل اینو برگشی سیاسی جواب مرده. بالاخره بعد اول توییت هم میدونستم اینا این حرفا رو میزدن، داشتم با اینکه قطعا بغیر بنده با توییت با فیلترینگ مخالفم. بابا اصلا شبکه‌های اجتماعی راست تنها رسانه منه، شما منم کجا میشناسید به واسه همین شبکه‌های اجتماعی جز اینه؟ شماها رو هر روز دعوت میکنن تلویزیون گفتگو ویژه خبری میشینی هر موقع دلت خواست حرف میزنی، ما رو که نه. من با همین آقای وزیر با هم یه نیمچه رفاقتی هم داریم، تلفنی با هم صحبت کردیم، بهش گفتم مثلا، حتی بهش گفتم ما اینترنت سرعت اینترنتون پایین، سرعت بیشتر میدید یا نه؟ بنده خدا دستور کارم داد که مثلا کار ما انجام بشه، او از من خواست تو سواد رسانه‌ای کمکش کنم. اما این دلیل نمیشه که قتل تو کشور ما اتفاق افتاده ما سکوت بکنیم. و من نه توهینی نه چیزی دارم یه بحث میگم، آقا نه این که میشه شبکه‌های اجتماعی جای شواف مسئولین ما، مسئولین ما الان کارشون چیه تو شبکه‌هاشون؟ میان شواف کنن، بیان ادا در بیارن، جز اینه؟ نگفتم تو شواف میکنی ها، نه، مسئولین یا بابا اینا رو باید مطالبه کرد، بهشون بر بخون دیگه. اصفا بعد یه دیگه 25 تا خبرگزاریه که زیر نظرشون هن دیگه، اینا زیر نظرشون. پاسخ کوبنده فلانی به بهمانی، پاسخ محکمه. من یه کانال دارم مساف بعد اونجا او رگبار گرفتم اونجا. اینه، متوجه شدید؟ پاسخ کوبنده کجا اون جواب من بود؟ پاسخ کوبنده نی بشه مناظره بیاد دیگه. اینه بچه ها، پرم سیاسی میشه دیگه ماجرا. الان مثلا تو دلش هم من خود داره میگه که آخ آخ ما اینترنت هم برای این امضا کردیم، حالا پول اینترنت هم میدیم آفه، نکنم مثلا رایگان اینترنتش مثلا زودتر رو بهشون بدن اینا، عجب نامردیه. شما انتظار دارید مثلا یک وظیفه خودتون رو انجام میدید بعد هیچ کسی که شما نقد نکنه؟ آقا خیلی دمتون گرم خدا وکیلی، ما هم مریخ اومدیم پس نمیفهمیم روابط این مملکتو چه وضعشه، همین شده دیگه، نمیتونی حرف بزنی.